به نام خداوند بخشنده و مهربان بیننده های گرامی سلام بر شما توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد نیوز امروز شنبه 25 ثور 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه می سال 2024 میلادی در آغاز سرخط خبرها متهم شدن امریکا و پیچیده ساختن وضعیت در افغانستان وزیر خارجه ایران میگوید که امریکا هنوز هم در امور داخلی افغانستان مداخله می کند خشونت تازه معترضان بدخشان و نیروهای امنیتی امارت اسلامی بر اساس گزارش ها در این خشونت ها دو تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند و کشته و زخمی شدن بیش از 60 تن در طوفان در هند خبرها با من میرویس هوتک ایران امریکا را به ایجاد وضعیت پیچیده در افغانستان متهم کرده است. وزیر امور خارجه ایران گفته است که امریکا با حضور 20 سالش در افغانستان و مداخله در امور داخلی این کشور اکنون هم برای تعقیب اهداف خود در تلاش ایجاد وضعیت پیچیده در افغانستان است. از های دیگر حکومت سرپرست میگوید که در تخریب زیربناها در افغانستان امریکا برای نفاق میان مردم نیز کار کرده است اما برعکس حکومت کنونی تامین ثبات را در اولویت خود قرار داده است وزیر امور خارجه کشور ایران در دیدار با رئیس یونما گفته است که امریکا برای پیگیری اهداف خود در امور داخلی افغانستان دخالت می کند و اوضاع را پیچیده کرده است وی افزوده که ایران از نزدیک اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد و از کمک های سازمان ملل متحد برای ها حمایت می کند او وضعیت کنونی افغانستان را پیچیده خوانده است و بر حل متنوی آن تاکید کرده است علاوه بر 20 سال مداخله در افغانستان، امریکا همچنان به مداخله در این کشور برای پیگیری اهداف خود ادامه می دهد. وضعیت را پیچیده کرده است. بنابراین تمرکز برای حل های مختلف برای جلوگیری از ادامه چنین وضعیت مهم است. در این دیدار روزا یا رئیس یونما سیومین نشست سازمان ملل متحد در دوحه در خصوص افغانستان روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه و یک سیر مسائل منطقی دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده است در این حال مقام های حکومت سرپرست میگوید که امریکا در طول 20 سال تمام نهادهای افغانستان را فدای اهداف خود کرده و اکنون جهان باید حکومت سرپرست را به عنوان یک حکومت مسئول که حافظ منافع افغانها و این کشور است بشناسد برخوازی د ژاپنستان د اژغال او شلکل امره اژغالگر هواد څلړس بل هواد وضعیت خرابای هلته بنابیل منزوري اوغه خلکو د منځ وحدت لمنزوري څنګه درزه د مؤاسریت نظامي ختمي لمنزوري منافي تادې د استقرار په وطن کې سوه متاسفانه خدای سي به اسلامي مرطغه ان شاء الله ټول نه خواله د پټکې کې هودل سوه د پرميمه حالت روان راودا سي ایران د امریکا سره امریکا د ایران سره ستون دل <سؤال> ریغه دوی په لموزه د خدای وطن پر اړتیا په دم را وای چې افغانستان اوسو مسل پیدا کړي د خپل وخت تک په دوام او د هیوادونکو سره د خواري کووکتن کړي دا موږ متنه سازمانونه هم ګرځوانو ته هم باید یو مسقول او اغانظام په سیکاټو پرزنده ستاسو د خلکو ګټه خوند کیږي د افغانستان خلکو د امنیت او ثبات او څخاله پر تمر په تعهد لري از سوی دیگر برخی کارشناسان میگوید که کشورهای همسایه منطقه و برخی از قدرتهای بین المللی تلاش می کند تا افغانستان را ثبات کنند به گفته آنها ایران یا برخی کشورهای دیگر برای اجرای اهداف خود اظهارات مشابهی می کنند ایران و آمریکا و روسیه و آمریکا و چین و آمریکا و سعودی و ایران پاکستان و هند در طولو د رقابتونو میدان متاسفانه چې افغانان غزیدلې وو او غزیدلې ده نو دغه د پاره چې ایران لاسوان نه کین نو ولی ایران پر سیاست ته پیجن د حکومت چې دلتا امریکا لاس لري په دې کې شت نه ست امریکا هم لاس لري نو ورته چې د ته ایران روسیا و... او چین په افغانستان کې بدلا شي ان ک فشارҳои متمل شده اقتصادي سیاسی افغانان سره متاسف ساخته جای بحث نشته اگر حاکمان ایران راست میگن و میخواهند با ما همنوایی و همسایگی خوب داشته باشند اوها بیاین افغانستان را به رسمیت بشناسند و رابط اقتصادی خوبی را داشته باشند چرا که او ها در ظاهر همیشه خود دشمن امریکا و اسرائیل جلوه میدن در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است این صحبت و ایرانی ها مایسواری سیاسی هست پیش از این نیز مقام های ایرانی امریکا را با ایجاد وضعیت پیچیده در افغانستان متهم کردند و این کشور را متهم کرده که در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند. در ولایت بدخشان هنوز هم میان مردم و حکومت بر سر کشزارهای کوکنار تفاهم صورت نگرفته است. تازه میان نیروهای امنیتی و مردم در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان بار دیگر درگیری روی داده است که در نتیجه آن دو تن کشته شدن و 13 تن دیگر زخمی شدند. باور بر این است که اگر حکومت مطالبات بر حق مردم را نپذیرد و مشکلات به وجود آمده را با گفتگو و تفاهم حل نکند علاوه بر گسترش احتمال نفوذ و استفاده برخی از استخبارات منطقه نیز وجود دارد پس از کشته شدن تن در درگیری بین نیروهای امنیتی و حکومت سرپرست و مردم به منظور تخریب مزاره خشخاش در ولسوالی درایم بدخشان حیات به رهبری لوی دریستیز اطمینان داده که با درک مردم این موضوع را حل کرده است اما اخیرا در ولسوالی ارگون این ولایت بار دیگر در پی تخریب مزاره خشخاش میان نیروهای امنیتی و غیر نظامیان درگیری رخ داده است که بر اساس برخ از گزارش ها دو غیر نظامی کشته و سیزده تن دیگر زخمی شدند مقام های حکومت سرپرست میگویند که تلاش می تا با مردم عادی و دهقانان به نحو مفید تفاهم ایجاد کنند روز به د څمالمی کیسې نیم د خلک انتستاسې د لوې لازم خلک او اساسات او استفادتي قانونستو جوړي ته فکر ورزو کېدې متنفذونو سره مجلسونه سی او غوښمنه کړل چې نو بده حقوق نارو دي مخ د منځ تک ګوراندې د دې مزاحمت نکي بل کارګاری به وسره کې او شرایط ته لږه هم او د سیو منسیو دوه نفر د ژوند لا صفو دي, دي, السي السي دي غو ما کورنويته ا م ورته د تسلیب په تورت سره سي دي د روان کاری وسته په تحقیقات او سره سم د تسبيام غو بياپو د تسيب شوو جنجال بندي لا سوري کوي سم ما په بل مناسب لار و لټي چې د خپل تشخيص کې خوب درشادي او کور برنامهوي پس از درگیری با جنگجویان محلی در پنشیر در روزهای آغازین روی کار آمدن حکومت سرپرست خشونت میان غیر و نیروهای امنیتی در بدخشان و ننگره ها رخ داده. کارشناسان تاکید میکنند که در صورت عدم پذیرش مطالب بر حق مردم و حل منازعات از طریق گفتگو و تفاهم احتمال نفوذ و استفاده برخ از حلقات استخباراتی وجود دارد. اغه څوک چې مو ځای ریکويدي اغوي باید وغوښتنې په نظر کېونی ولسي هغه قانوني او مشروع وغوښتنې تر څو ملت هم قانيكي او تر څو له دغه مظاهیرونه اغه استخباراتي کړي چې پام دې ته ناشتي تر څو له دغه سیفرسد نه سوې استفاده ونه کی نو وغوښتنې ډېری مهمه دی باید په نظر کېونی شي چې د برخشان خلک څو غواړي په دغه وخت کې دوښمن دي دغه نه سوې استفاده کوي په دغه واغ کې دوښمن غواړي چې خپل هدف تزان ورسې دا ډیر اساسه موضوع ده اسلامي امارات په کار ده چې په دې کې جدي اقدام وکي او د ولسم سره د په هم غغې برخ از تحلیلگران اصرار دارند که حکومت باید راههای جاگزین را برای دهقانان و غیر نظامیان برای مبارزه کامل با مواد مخدر در کشور در نظر بگیرد و به آنها کمک کند تا به میل خود از کشت مواد مخدر دست بکشند کسان د کوکر یادی مخدره ته د کښت منزور لپاره دولت اقدام کړه او تسیم نور د دغه کا ده په شنب دي بسګرو ته بدیل عام ورکړي ترڅو دې منتظر نه شي خ ساری پلاوه همداسې په نورو ولایتو کې دلته خپل <سؤال> عامرت تطبیقيه ملکيه یا پزوریا پرزا اما په بدرشان کې بیا دغه بغاوت کېږي او دولته سوسیامکۍ دا دا سیاسی حکومت سرپرست می گوید که با کشت خرید و فروش مواد مخدر و هر نوع مصرف در کشور برخورد جدی دارد و هیچ منطقه از این امر مستثنا نیست اما تأکید بر این است که مسئولان باید روش های جاگوزین و کاش در خانه ها را در نظر بگیرد و با دهاقین کمک کند پاکستان مبارزه مشترک با امریکا علیه تروریزم برای امنیت منطقه را حیاتی خوانده است. این کشور آمادگی نشان داده است که در مقابل تی تی پی و دایش و سایر گروه های مساله در منطقه با مبارزه مشترک خود با امریکا ادامه می دهد. از دیگر با آنکه تظاهرات علیه پاکستان در کشمیر ادامه دارد، کارشناسان می گویند که پاکستان و امریکا در تلاش عملی ساختن یک آجنده جدید در منطقه هستند. در پاکستان در کنار ناامنی ها در داخل کشور با موجه از اعتراضات در کشمیر نیز مواجه است و عامل این رویدادها پالیسی این کشور در تمویل توریسم و تبعید علیه اطبای خود در داخل این کشور خوانده شده است در جریان تحولات پاکستان تازه اعلام کرده است که برای تامین امنیت منطقه و مبارزه مشترک خود با امریکا در مقابل تحریک طالبان پاکستان داعش و سایر گروه های مسلح نیاز است. وزارت خارجه این کشور اعلام نموده است که برای ایجاد یک چوکات اصولی دیپلمات های پاکستانی در هفته روان با دیپلمات های امریکایی بحث های نیز داشتند. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که سید حیدرشا موین وزارت خارجه پاکستان در امور سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی با مقامهای وزارت امور خارجه امریکا در این باره گفتگو کرده است. پاکستان و امریکا همکاری مشترک در مقابل تی تی پی و داعش خراسان به دلیل تهدید جدی برای جهان مهم می داند و هر دو کشور به صورت مشترک برای جلوگیری از این تهدیدات با مبارزه و روابط خود ادامه می دهند این همکاری در کنار روابط دو جانبه برای ثبات جهانی نیز مهم تلقی می شود اسو ديګر کارشناسان میگويند چې پاکستان از چند دہ بادین سو به با انوane کشور پرورشدہنده تورریزم باقی مونده است په ګفته یې انان پاکستان همواره در منطقه برای اهداف امریکا و به بهانه مبارزه با تورریزم منطقه رو بي ثبات نموده و کمک دریوفت کرده است دوی پګړ سره اعلامی خبره کړی د چې د تورریزم تر عنوان لاندې اوس لیویا دوی نیوی جګړو ته لار خپلې پدې سیمه کې او د دې رسېمدنه امنوی له پاره د نیوی پلانونه لري او د د ولوڅانو د پښتونونو د زاپولو لپاره په پا ګربینړي او پاکستان واړي چې نیوی جګړه رامشتی سي او د جګړه پرمیسکو له کې د پاکستان اقتصادي ګټه پکې نه خوفته دي او د غربینړي هغه سیاسي او استخباراتي اهداف شلري د هغه د زاپولو لپاره دوی نوی جغلو دوی دانگی بنامه مسئله تیپی مسئله داخلی خود کشور پاکستان می باشد و حکومت پاکستان باید در مبارزه علیه آنها باید تصمیم جدی و پلانهای امری را نموده روابط میان امریکا و پاکستان در چند سال گذشته به خصوص در دوره دونالد ترامپ پایدار نبوده است اما کابل گروه های مسلح در افغانستان را سرکوب شده میخواند و بدون نام بردن از کشور می گوید که شماری از کشورها با متهم کردن افغانستان در صدد تضمین منافع خود برای آینده هستند مقام های حکومت بار دیگر تاکید دارند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک کشور علیه سایر کشورها را نمی دهد اسلامی امارت اجازه نه ورکی چې د نور په خلاف د افغانستان خاوره استعمال کی د داعش په ډله اوس په افغانستان کې لمنځه مراکز له افغانستان څخه دی نور جنې مشخص هوادونه د هم نور د خپلو پټو اهدافو لپاره په پا افغانستان کې د طرحه غری دشتون تور پمګ نه لګوي بلکې د دې په زیاده په دې حق لغفلج منټیا او مسؤلیت تر سره کی بو ان هم در درګری ها میانه متارضون خشمگین و نظامیان پاکستانی در کشمیر 3 تن از متارضون کشته شودند و بیش از 100 تن دیگر آنون زخم برداشتند آنون از حضور نظامیان پاکستانی در این منطقه انتقاد دارند و از این کشور می خواهند تا نظامیان خود را از کشمیر بیرون کرده و به استقلالیت اداره آن احترام بگذارد. حکومت سرپرست از نهادهایی که وعده کمک به سیلاب زدگان را دادن خواهان کمک رسانی فوری به نیازمندان شده است. مثلاً می میگویند که وضعیت مردم در مناطق سیلاب زده همچنان اضطراری است و به کمک های گسترده ضرورت است از دیگر تعدادی از نهادهای خیریه داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که اقلام اساسی را به خانواده های سیلاب زده تحویل دادند سیلاب های مرگبار اخیر در کشور علاوه بر تلفات جانی ساختمان ها و منازل مسکونی را نیز تخریب کرده است کی بر اړتري او نظامند به کومکҳои پوري نیازدارند مقامات حکومت سرپرست میگوين تا قانون بستای کومکҳои غذایی و غیر خوراکی قطر به میدان هوایی مزار شریف رسیداست کی به زودی به منطقه سیلاب زده ارسال خواهد شد در پرتاو دیپلوماسی موافق امارات اسلامی جامعه بین المللی و کشورهای همسایه و منطقه و همچنین مؤسسات ملی و بین المللی و تاجران ملی همه اعلان اومودگی کرده برای کومک بر هموطنان زلزله زده ما در ولایت بغلان و سایر ولایات و تاکنون اولین بسته کمکی کشور قطر بر کمک به اسیبدیدگان زلزله به کشور رسیده که انشاالله در اختیار هموتنان اسیبدیده ما قرار خواهد گرفت به گفته وی سایر نهادهای کومک رسان نیز وعده کومک دادند اما درخواست میکنند که این نهادها نیز کمکهای خود را به خانواده های اسیب دیده تحویل دهند همزمان دفتری امانگی کمک های بشر سازمان ملل متحد همراه با برخ اداره های کمک رسان دیگر گفت که آنها با سازمان های همکار برای ارائه کمک به خانواده های اسیب دیده همکاری می کنند. سیلاب مرگبار صدها تن را در شمال افغانستان کشته و هزاران خانه را ویران کرد. ما در حال همکاری با سازمان های کمک رسان خود هستیم تا کمک های لازم را به چندین خانواده آسیب دیده ارائه کنیم. اسوی دیګر ملابله غنی برادر ماوینه اقتصادي ریاست الوزرا برای ارجبی و د درب خنودهای قربانیان سیلاب بساهر افتست وای بر ارایای کومکای استراری تدوی زخمیها غذا و اسکان موقت به مردم ټاکید کردست وای با بیان انکه کومکای استراری به منطقه رسیدست از بشندګار کشور خواست از کومکها به سیلاب زدگان دریغ نکونند حکومت سرپرست خواهان همکاری های جاپان بر اساس میکانیزم های موجود شده است. سرپرست وزارت امور خارجه همکاری های جاپان با افغانستان را مهم خوانده و خواهان همکاری این کشور با افغانستان بر اساس میکانیزم های موجود شده است. سوی دیگر شاج رافیر جاپان تعهد همکاری با افغانستان را داده و تاکید نموده است که واقعیت های مردم افغانستان را با مردم جاپان شریک می سازد. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر ژاپن در افغانستان درباره روابط دو جانبه کابل و توکیو و توسعه روابط کابل با جهان بحث کرده است متقی با آن که درباره نشست آینده سازمان ملل در دوحه درباره افغانستان خوشبینی نشان داده است اما تاکید کرده است که در موجودت یونما در افغانستان تعیین نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان غیر ضروری است او همچنان خواهان ادامه همکاری های ژاپن با افغانستان به جای های جدید بر اساس میکانیزم های موجود شده است همدا راز د ژاپان سره پرد دوه پرتلون کې ناسکه د افغان حکومت غډون مهم وبالا او زیاتره کړي چې د افغان حکومت له وکړ پرته د ځانګړي استاذ ګمار نه واقع بنان نه ده د بهرنی چار وزیر وویل چې د دوه ناسې پاړه مثبت نظر لري او د خاص استاذ ګمار نه بیا کیا چاره بولی متخصصو <متقیس> وویل د نوو میکانیزمونو پر ځای په کار دی چی دشتو دوه خزم میکانیزمونو لاله لري د افغان حکومت سره پرشټول او اړوند مسایلو خبریا ترې وشي اسوی دګر سفیر جاپان د افغانستان ګټه راست کړي چې تلاشي خو درا برائے افزايش همکاري ها و ان کاس وخت هاي افغانستان بشرم سازد ما دستاورد های حکمت افغانستان را درک می کنیم و همین دلیل است که سفارت خود را در اینجا باز کرده ایم تا با افغانستان همکاری نزدیک داشته باشیم و واقعیت های میدانی را به دولت و مردم خود منعکس کنیم مشارکت حکمت افغانستان در نشست بعدی دوها مهم است زیرا تا این نماینده خاص بدون موافقت حکمت افغانستان واقع نه نیست اما آیا مذاکرات حکومت سرپرست با کشورهای های زمینه را برای گفتگوی بین کابل و جهان در آینده فراهم خواهد کرد تحلیلگران در مورد آن نظر مثبت دارند و می که این کشورها می تواند به عنوان پل ارتباطی بین افغانستان و جهان ایفای نقش کند ژاپن با کشورهای غربی و ناتو نزدیک است بنان هر قدری که امارت اسلامی افغانستان مناسبات خوب با ژاپن داشته باشه ما را با او کشورها وصل می سازد بنان ملاقات آقای متقی با سفیر ژاپن ملاقات مهم و است برخی تحلیلگران میگویند که حیات حکومت سرپرست باید به عنوان یک طرف در نشست دوها شرکت کند تا وقت های کنونی کشور بهتر روشن شود در غیر آن این گونه نشست ها نتیجه خواهد بود نشست دوها مهم است که اجنداش چی است اگر امارت اسلامی منیس یک دولت در روز اشتراک بکنه بسیار یک گپ خوب است اگر منیس یک فعال سیاسی در اوجه اشتراک بکنند باز حیثیت و پرستیژ یک حکومت و دولت زیر پا میشه بهتر است که باز اشتراک نکنند باز هم قدر در نشست هایی که به چشم گرنگ بر دولت دیده شها در اوجه اشتراک بکنه به نفع امارت اسلامی است و خوب است که افغانستان در جامعه مدنی مدغم شود کهر څومره ناشتي ووسي او په کې دی افغانستان دی حکومت <متحدث> یادی افغانستان دی اوسنی حکمر نظام استازي ونه ووسيږي او یادی افغانستان استازي په کې ونه ووسيږي د ما په سیربه د ما په ان باندې انته ناشتي به حمله کوي تیرو ناشته په شان مده بی پایلې ناشتي ووسيږي نه به افغانانو لپاره خاص پایلې ولري او نه به نړیوالو لپاره خاص پایلې ولري ځکه کا چیرې د افغانستان مسولین آلته ونه ووسيږي او دوی د نړی اندیښنو ته دوی په خپل ځواب او دوی خپل استونز نه نړیوالو سره شریک نه کړي نړیوال په خپل استونز باندې آګان نه کړي زکه دغه کوم واټن چې جوړسوي دا دغه واټن راکمدې نسی ان درحالاس کې حسن کاظمي قمی نمندې خاص ایران در امور افغانستان د در دې دربار روزو تنبای واریس دفتر نمایندګی سیاسي سازمانه ولای ال متحد افغانستان وټهست کې در 360 نه شسنده دوه ها به وخت هاي افغانستان او منطقه توجه خاص شود حاصلات گلاب در ولایت ننگرهار نسبت به سال گذشته افزایش شفت است. مسئولین ریاست زراعت این ولایت می گویند که در سه ولسوالی این ولایت در 400 جریب زمین بوته های گلاب غرض شدند که حدود 160 متریک تن حاصل خواهد داد. با این حال شماره از باغداران میگویند که در این بخش با مشکلات مواجهند و از مسئولان خواهانه دستگیری شدند. این منطقه سوتن در ولسوالی در اینوری نوری ولت نگرهار است که دهاقین در آن از نزدیک به یک و دهه به همکاری مالی یک پروژه خارجی زراعتی به تهای گلاب عرض کردند. با این باغداران از کاروبارشان ابراز خوشی دارند اما میگویند که در هنگام جمعوری حاصلات با مشکلات مواجهند و از حکمت میخواهند تا کنار محیا ساختن وسایل برای جمعآوری حاصلات تخم های اصلاح شده نیز برایشان توضیح گردد. محکم جوار کور ډیر مرکه پهینو مخرکو کړه مو هم یو وخت پورې کړل او سی الله په دغه پر وځرهالو د وس خسي ګلان کوي دا مونږ ډیر خوشاله د ګلانو منس کې به داخکوت د غ ور کول چې کری تخمونه اسلا شوي تخمونه لکه د ترکارې او د نورو پیازو دغه تخمونه به ورته ورکول وخت په وخت د سامان به ورکول حتی د دسکش بوجې نیول ارسه ورکول د حقیني ګلاب او افرا د شاغل در این زمينه میګند چې در این واخیر بازار فروشي ګلاب خوب نه بوده واس حکومت و, و نهحاته میخواهن تا برای حاصلاتشان دا 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 بازار یابی نماینت لړیوالو د زمونږ د ګلان د اتر او د سس د دوا جوړیږي د دې وړاندشي او ښه بازارموندنې پیدا کړی سمي مراد نمغختنه دغه دغه پروژو تلیک پاملرنه وکړه دغه پروژو نور مګد کی د دې ښانان نورم د سیده چې ګلان او شوق لري خو اوس پروژې لکه هغه د وړو کې د باندې نور مګد کی اسوی ديګر مسولین ریاست زراعت ان ولایت تایید دارند چې در حاصلات گلاب در ان ولایت نسبت به سال گذشته افضایش قابل ملاحظه به مایه اومد است آنان میافزایند چې به همکاري موسسات کمک رسان برای حل مشکلات د حقین تلاش میکنند څو کال به د اټکل مخه یو سلش په ت متربتانه حاصل ورکړي ان شاء الله او تیر کال 350 جریوز موکه کی کرچې و چې هغه حاصل چدي وسل 50 متر ټنه حاصل ورکړو نو په دغه اساس باندې ان شاء الله موږ دیو سره هغه وسایل چديو د پره اړین دی او مهم دی ان شاء الله مرسته وکړو او همکاري ورسره کړو براساس معلومات ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت ننگرهار در حال حاضر در ولسوالی در رینور و چین های اصل گلاب ایجاد کردند که از این محصول برای ساخت ادویه و اطریات در داخل و خارج از کشور استفاده می شود. نون همچنان خبر از جهان. در اثر سقوط یک بیلبورد در طوفان در هند بیش از 60 تن کشته و زخمی شدند. مقام های این کشور گفتند که بر اثر سقوط یک بیلبورد در طوفان در شهر منبعی این کشور 14 تن کشته شدند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها افزودند که 40 تن از بیم و ترس در زیر این بیلبورد گیر ماندند. از سوی دیگر اداره هواشناسی هند اعلام کرده است که غبار، باران و بادها در این شهر برای 5 ساعت دوام داشته که علاوه بر تلفات و خسارات مردم را در بسیاری از مناطق با مشکلات شدید مواجه کرده است امریکا از این خواسته است تا روابط اقتصادی خود با ایران را لغو نماید مقام های امریکا گفتند که سرمایه گذاری ایران در هند این کشور را با خطر تحریم های امریکا مواجه می کند مقام های امریکایی با اشاره به امضای توافقنامه اقتصادی چابهار میان ایران و هند گفتند هر کشوری که روابط اقتصادی با ایران برقرار کند با خطر تحریم های امریکا مواجه می شود این در حال است که ایران و هند روز گذشته توافق ده ساله درباره بندر چابه ها را امضا کردند که بر اساس آن هند در این بندر سرمایه گذاری می کند و امور عملیاتی آن را به پیش میبرد. و خبر آخرین که در حملات تازه نیروهای اسرائیلی بر بیش از ده تن کشته شدند مقام های صحی غذا اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی بر کمپ نصرت حملات هوایی انجام دادند که در نتیجه آن به شمول کودکان چهارده تن کشته شدند و شمار هم زخم برداشتند از سوی از مقام های اسرائیل خواسته است تا از کشتن کودکان بیگناه فلسطینی دست بردارد سرمونشی سازمان ملل نیز حملات اسرائیل که در آن کارمندان این سازمان هدف قرار گرفتند را محکوم کرده است با این همه نخست وزیر اسرائیل گفته است که نیروهای کشورش تا زمان نامعلوم در غذا باقی خواهند ماند. بینده های گرامی این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد سپاسگزارم از همراهیتان بقیه وقتتان خوش الان نگهدار